درود من را پذیرا باشید همراهان همیشگی شبکه ایرانیان امریکا. امروز میخواییم بازم یه مسئله باحال رو بهتون بگیم که مربوط به کلیه هاتون میشه. کلیه یکی از عضوهای مهم بدنه که باید ازش مراقبت های لازم انجام بشه تا دچار نقص عضو خدایی نکرده نشیم. پس برای ادامه باید ما رو سابسکرایب کنید، این دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما با خبر بشید، ما رو لایک کنید، شیر کنید و دوستان دیگه تون بتونن از این برنامه ها استفاده بکنن. و این شما و این برنامه با این خوردنی ها کلیه هایتان را پاکسازی کنید. کلیه های شما وظیفه دفع مواد زائد از بدن رو به عهده دارن و برخی مواد غذایی طبیعی به طور ویژه در انجام این کار به اونها کمک میکنن، مخصوصا اونایی که یه دونه کلیه دارن. اگر فشار خون بالا یا دیابت دارید و به سخت شدن شریان ها مبتلا هستین، ممکنه به بیماری های کلیوی هم مبتلا بشید، خدایی نکرده زبونم لال. امراض مرتبط با این عضو بسیار خطرساز و تهدید کننده زندگی هستند. به خاطر همین برای مراقبت و پاکسازی اونا تمام توان خودتون رو انجام بدید و برخی از مواد غذایی که در انجام این کار به شما برای پاکسازی کمک میکنن و تو ادامه این فیلم ببینید، شاید کلیه های شما دچار مشکل نشن و امیدواریم که برای هیچ کسی مشکلی پیدا نشه. قربونتون برم الهی. سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. لایک کنید، کامنت، سابسکرایب. شماره 1، سبزیجات. سبزیجات برگدار سرشار از ویتامین C و K به همراه فیبر و فولات هستند. اونها همچنین فشار خون رو کاهش میدن و قند خون رو متعادل میکنن و استرس رو از بین میبرن. من ویتامین K به همراه فیبر و فولات اینو متوجه نشدم، امیدوارم شما متوجه بشین. و مسئله بعدی، و مسئله بعدی شماره 2، خوشمزه، باحال، ترش، یه ذره گس، اونور اینور، آب زغالخته. بسیاری از افراد میتونن که یا میدونن که آب زغالخته میتونه برای عفونت‌های دستگاه ادراری مفید باشه، اما آیا میدونید که میتونید به کلیه‌های شما هم کمک کنند یا نه؟ نوشیدن آب زغالخته میتونه کلیه های شما رو از یکی از دلایل عمده سنگ کلیه، اگزالات کلسیوم، پاک کنه. با این حال انتخاب آب زغالخته طبیعی و بدون مواد افزودنی یه ضرورته. آب زغالخته هرچه خالص‌تر بهتر و باحال‌تر و خوشمزه‌تر. زبون خودم آب افتاد واقعا. دوستانی که با این قضیه سومی حال میکنن دستا بالا. زردچوبه شماره 3، التهاب در بدن شما رو میتونه که طیف وسیع از امراض ایجاد میکنه که بیماری کلیوی یکی از اونهاست و زردچوبه برطرف کنه. زردچوبه حاوی کورکومینه که خواص ضد التهابی داره. زردچوبه و تخم مرغ هم میزنن به، مثلا من بچه بودم پام در رفته بود، زردچوبه و زرد تخم مرغ رو میبستم به پام خوب شد. همچنین برای مبارزه با بیماری های کلیه و سنگ های مزاحم هم مفیده. به به، زردچوبه.
شماره 4، سیب. از اونجایی که سیب ها پر از فیبرن که سموم رو جذب می کنن، با برداشتن برخی از سختی های کاری از روی کلیه ها کار خودشون رو انجام میدن. سیب همچنین ممکنه التهاب بدن رو کاهش بده و باعث بهبود عملکرد دستگاه گوارش شما بشه. و شماره 5، چیزی که خیلی از خانوما و خیلی از آقایون سراغش نمیرن چون فرداش دوچاره میشن که دوستشون نداشته باشن، ولی سیر. کلیه های شما برای بهبود عملکرد به برخی مواد غذایی متکیه که در غیر این صورت ممکنه که قربانی سموم و التهاب بشن. سیر حاوی آلیسینه که دارای خواص آنتی اکسیدانیه و ضد التهابی قدرتمندیه که هر دوی این خاصیت ها میتونن برای کلیه ها و فشار خون مفید باشن. شماره 6، برگ قاصدک. برگ های قاصدک حاوی فلانوئید های فلاونوئید ها هستند. بله بلدم، یعنی همان آنتی اکسیدان هایی که کلیه ها رو تمیز و خون رو تصفیه می کنن. اونا همچنین میتونن فشار خون رو کاهش بدن. اگر مستعد استرسین، هیچ چیزی مانند یه فنجون چای قاصدک برای شروع روز شما مفید نیست. و شماره 7، روغن زیتون. روغن زیتون فواید زیادی برای بدن داره و میتونه برای سلامتی کلیه هم مفید باشه. این روغن موجب کاهش کلسترول میشه و درد ناشی از سنگ کلیه رو تسکین میده و برای درمان التهاب هم مفیده. بله. و شماره 8، آب لیمو. اگر میخواین یه چیزی رو امتحان کنی که نه تنها کلیه‌های شما رو تمیز کنه، بلکه تشکیل سنگ کلیه را متوقف کنه، از لیمو استفاده کنید. لیموی تازه. آب لیمو میزان سیترات رو در بدن افزایش میده و مانع از شکل گیری سنگ کلیه میشه. از ما به شما نصیحت بود. و خیلی چیزای دیگه. خوردن آب جو، البته با الکل بی الکلش دیگه تحت خودتون، اونو نمیدونیم. خیلی چیزای دیگه. و آب میتونه خیلی کمکتون بکنه و آب جو خیلی میتونه کمکتون بکنه برای کلیه و دفع سنگ و این چیزا، اگر بدن متابولیسم خودش حفظ بکنه و در گردش باشه و مواد سمی از بدن دور بشه. با خوردن آب هم حتی و موادی که بهتون گفتیم میتونید که کلیه های سالمی داشته باشین و با به راحتی زندگی بکنید. این بود برنامه با این خوردنی ها کلیه هاتون رو پاکسازی کنید و امیدوارم که لذت برده باشین. مرسی که شبکه ما رو انتخاب کردید و تا این لحظه دیدین. ما رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید لطفا، و برامون کامنت بذارید تا برنامه های سفارشی شما رو انجام بدهیم. روز روزگارتون خوش، به امید دیدارتون توی برنامه های دیگه.